روز جهانی دموکراسی یک رویداد سالانه است که در 15 سپتامبر برگزار می شود. سازمان ملل متحد به منظور پشتیبانی از جنبش‌های ضد استبدادی 15 سپتامبر یا 24 شهریور را روز جهانی دموکراسی نامیده است. به همین مناسبت بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی بیانیه‌ای خطاب به کشورها و دولت‌های خاورمیانه صادر کرد. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی با اشاره به تجربه موفق نظام‌های دموکراتیک که آزادی‌های مردم و مطالبه حقوق مشروع آنها را تضمین نموده و در پرتو آن جوامع سالم و توسعه یافته پدید می‌آید، تأکید کرد رژیم‌های دیکتاتوری برخلاف این روند مثبت چیزی جز فاجعه و فلاکت برای کشورها و مردمان خود برمغان نیاوردند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، این بنیاد در پیامی به مناسبت روز جهانی دموکراسی تاکید کرد دموکراسی واقعی در طول تاریخ خود به عنوان یک سازوکار امن و مطمئن برای دولت‌ها و مردم به طور یکسان ثابت شده و ضمن پشتیبانی از زیرمجموعه‌های خود برای دستیابی به جوامع سالمی که با یکدیگر در صلح و آشتی به سر می‌برده و همواره دغدغه میهن خود و پیشرفت آبادانی آن را دارند، بهترین شیوه حکمرانی و اداره جوامع محسوب می‌شود. در ادامه این بیانیه آمده است: در سیستم‌های حکمرانی مدرن مبتنی بر دموکراسی نوآوری در انتخابات روش‌های مدیریت کشورها محصول تلاش عمیق مردم و جوامع بوده که از یک سو اگرچه بهای سنگینی را برای بشریت به همراه داشته، اما از سوی دیگر دموکراسی مطمئن‌ترین راه مؤثر و امن برای دستیابی به ثبات سیاسی، اجتماعی و امنیتی در کشورها و قابل اعتمادترین میثاق و شیوه حکمرانی است که بین مردم و دولت‌هایشان برای اداره امور مورد پذیرش قرار می‌گیرد. بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در ادامه می‌افزاید: نظام‌ها و سیستم‌های دموکراتیک چندین ملاحظه اساسی را در حکمرانی مد نظر قرار می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به تضمین حق مشارکت مردمی به عنوان اولویت اول و نیز عدم انحصار تصمیم‌های حیاتی و سرنوشت‌ساز، همچنین حفظ حقوق اساسی افراد و گروه‌ها بدون هیچ گونه بی‌عدالتی، خودسری و ظلم اشاره کرد. این بنیاد خاطر نشان کرد نظام‌هایی که با شیوه دموکراتیک اداره می‌شوند در همه جهات از ثبات سیاسی و اجتماعی برخوردارند و علاوه بر رونق و توسعه اقتصادی، حق برخورداری از آزادی بیان و ابراز عقیده برای مخالفان سیاسی و اپوزیسیون‌های رسمی سیاسی خود را به رسمیت می‌شناسند. بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ضمن ابراز تأسف از آنچه که بسیاری از کشورهای خاورمیانه شاهد آن هستند و همچنان از نبود دموکراسی رنج می‌برند و یا سیستم‌های استبدادی در این کشورها حکمفرما هستند که در پشت نظام‌هایی با ظاهر دموکراتیک مخفی شده‌اند، تأکید کرد با وجود استقرار دموکراسی در سرتاسر دنیا و بسیاری از جوامع بین‌المللی، این گونه رژیم‌های کوتاه‌بین از تجربیات تاریخ درس نگرفته و سرنوشت مختوم دیکتاتوری‌های پیشین را در نظر نمی‌گیرند. در ادامه این بیانیه آمده است: مردمی که در کشورهای خاورمیانه که نظام‌های سیاسی دیکتاتوری بر آن مستولی هستند زندگی می‌کنند، از عدم توسعه یا فقر یا درگیری‌های داخلی یا عدم توزیع عادلانه ثروت شکایت دارند و حتی کشورهایی که دارای ثروت و ثبات اقتصادی هستند اما از دموکراسی بهره نمیبرند، به دلیل اعمال محدودیت نسبت به حقوق طبیعی شهروندان خود، خطر آشفتگی داخلی دائمی و نگرانی از تقابل و مواجهه با مردم همواره آنان را تهدید میکند. بنیاد آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به مناسبت روز جهانی دموکراسی از همه کشورهای خاورمیانه که دارای سیستم‌های مختلف حکومتی، اعم از اسلامی، سکولار، پادشاهی و یا جمهوری هستند، خواست تا برای ایجاد یک نظام دموکراتیک واقعی به عنوان مناسب‌ترین شیوه حکمرانی در جوامع خود تلاش نمایند و بدون شک اتخاذ چنین رویه‌ای ثبات، توسعه و رفاه کشورها و مردم آنها را تضمین خواهد نمود. این بنیاد در ادامه تاکید نموده که سرسلسله و نقطه شروع هر گونه اقدامات اصلاحی برای بهبود حکمرانی و دستیابی به بهترین وضعیت ممکن این است که حکومت‌ها تمامی اتهامات سیاسی علیه مخالفانی را که
با شیوه مسالمت آمیز مبارزه سیاسی می نمایند، کنار بگذارند و افراد بازداشت شده را آزاد و همچنین آزادی بیان و مبارزه مسالمت آمیز مخالفان سیاسی خود را تضمین نمایند. بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی با اشاره به اینکه برخی از این کشورها چندین دهه است که با کنترل مجاری مختلف در کشورها و منابع دولتی به نفع برخی از افراد خاص و طبقات اجتماعی محدود اکثریت مردم را از حقوق خود محروم کرده‌اند، به دولت‌های منطقه توصیه نمود که برنامه‌های توسعه که در برگیرنده تمامی آحاد جامعه باشد را آغاز و با اتخاذ تدابیر لازم از توزیع عادلانه ثروت میان همه اقشار جامعه کسب اطمینان نمایند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.